پایگاه نیروی دریایی ارتش کنارک. ما در هوادریای منطقه سوم نبوت هستیم، جایی که فرمانده کارخانجات نیروی دریایی ارتش صحبت از یک ناوبندر بسیار بزرگ میکنه. دومین کشور در دنیا هستیم که صاحب این فناوری هستیم. امیر فاضلی نیا میگوید که برای دیدن این ناوبندر باید از طریق بالگرد راهی دریا شد. بعد از طی چند مایل به این ناوبندر فوق سنگین میرسیم. این ناوبندر مکران است، یک جزیره متحرک بزرگ. ناوبندر مکران 121 هزار تن وزن دارد، 228 متر طول، 21 متر ارتفاع و حدود 42 متر عرض دارد. میتونه 20 هزار مایل دریایی ماندگاری دریایی داشته باشه. ورود بادگرد، فرمانده ناوبندر میگوید که در واقع این کار حاصل تغییر کاربری یک شناور تجاری بزرگ بوده که حالا تبدیل به یک ناوبندر شده. ما توانایی ذخیره 60 هزار تن سوخت رو داریم. به عبارتی دیگر ناوبندر مکران حکم یک بندر متحرک را دارد که در دورترین نقطه از آبها به یگانها و ناوگروه‌های کشور سوخت و تجهیزات کمک می‌کند و همزمان هم می‌تواند کار پشتیبانی عملیاتی و اطلاعاتی انجام دهد. ناوگروه‌هایی که به دریا عزیمت داشتند، حالا دو ماهه، چهل روزه، سه ماهه این پشتیبانی انجام میشه. حالا این ناوبندر قادر 1000 شبان روز رو بدون پهلوگیری در ساحل کره زمین رو دور بزنه. میتواند با یک بار سوختگیری 10 دور محیط کره زمین رو دور بزنه. معناش اینه که میتواند مدت‌های زیادی در دریا بمونه. در هر نقطه از دریاهای جهان که اراده جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح باشه، این شناور حضور پیدا بکنه. از ویژگی‌های تغییر کاربری، ساخت باندی بر روی ناوبندر است که امکان نشستن 5 فروند بادگرد بر روی عرشیان را فراهم کرده است. در مقایسه با نمونه آمریکایی خودش میشه گفتش که این یگان بیشتر از نمونه آمریکاییش فضای دک بالگرد بزرگتری رو داره. مکران قادر مثل یک پست دیدبانی و ایستگاه مخابراتی هر گونه اطلاعات را با پیشرفته‌ترین سیستم‌های ماهواری و راداری از دورترین نقطه به فرماندهی ارسال کنه. کلیه شناورهای سطحی، زیرسطحی و پروازی در پهنه آب‌های کشور ما و حتی آب‌های دور اینجا در این اتاق کنترل رصد می‌شه. در مکران شرایط اسکان و حمل و نقل تکاوران دریایی را هم دارد. تجاوز به آب و خاک این میهن تنها از یک را میسر است، آن هم گذشته از سیلاب خون تکاوران دریایی. زنده باد ایران! زنده باد ایران! زنده باد ایران! زنده باد ایران! حالا برای الحاق این ناوبندر به نیروی دریایی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و همراه فرمانده کل ارتش عازم آبهای دریای عمان در محدوده سواحل مکران شدند. لحظات پر افتخاری برای ما که با بالگرد روی شناوری بشینیم که به دست توانمند ایرانی ها آماده شده برای اینکه برد دریایی ما رو به اقیانوس ها برسونه و بتوانیم با استفاده از این ناوبندر جشن دریایی در اقیانوس هند در دریای سرخ داشته باشیم، پهبادهامون در برادرها پرواز بکنه، بالگردهامون پرواز بکنه، امنیت نفتکش ها و شناورهای تجاریمون رو برقرار بکنیم و قدرتمون رو از سواحل ایران به اقیانوس ها توسعه بدیم. سلشکر باقری در ادامه از قسمت‌های مختلف ناوبندر مکران بازدید کرد. ناوبندر جمهوری اسلامی را مکران جهت بازدید و اجرای مأموریت در آب‌های دوردست آماده. فرمانده کل ارتش هم از بزرگی ناوبندر صحبت کرد. بزرگترین
ناو نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هست. پیش از این ناو خارک بزرگترین ناو بود، اما این ناو بزرگترین ناو است که در اختیار نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. برای ناو بندر مکران حدود 6 ماه وقت صرف شده. بدون شک این ناو بندر یک دستاورد بزرگ است، دستاوردی که در اوج تحریم ها به دست آمده. این یعنی خودباوری و خودکفایی متخصصان داخلی کشور است. حسینی بای، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، دریای عمان.